شکر فراوان از جناب آقای بودا و جناب آقای یزدانی. مسئله حافظه جمعی ما و طرح مسئله تاریخ که تاریخ چیست و اهمیت تاریخ چیست و همسال این مسئله در صحبت‌های آقای یزدانی داشتیم و اشاره‌ای که ایشان با آموزه‌های دینی داشتن در واقع به گونه‌های راهگشا بود در یک وقتی که ما در یک جامعه اسلامی در رابطه با مسئله تاریخ بحث می‌کنیم، اشاره بسیار دقیقی به این مسئله شد در صحبت آقای یزدانی. و جناب آقای بودا هم در واقع به شکل علمی نگاهی نسبت به مسئله حافظه جمعی داشتن و روایت‌هایی که از منابعی که در این مورد نوشته شده روایت‌های خوبی بود و در واقع ما به گونه هایی یک چشماندازی از مسئله حافظه جمعی در یک کلیت داریم. میمانه بحث حافظه جمعی در جامعه مثل جامعه افغانستان، جامعه‌ای که پیشتر هم اشاره های چی در صحبت های دوستان شد و خود من اشاره داشتم به این نکته که تاریخ افغانستان تاریخ بسیار پرفراز و نشیبیه، تاریخی که در او حوادث و اتفاقات زیادی افتاده که قسمت عظیمی از این حوادث و اتفاقات گفته نشده. گفته نشد به این معنا که ما باز باید برگردیم به مسئله تاریخ شفاهی در این سرزمین. ما اگر خواسته باشیم امروز مشکلات را حل کنیم، طبیعتاً این مشکلات ریشه هایی داره در تاریخ این کشور و ما تا تاریخ این کشور به خوبی و با دقت و صادقانه نشناسیم، مشکلات امروز حل کردن نمیتونیم. من تقاضا من از جناب آقای شیوای شرقی است که محور بحث نایی باشه و حرفای دیگه که در رابطه با این مسئله دارن. الحمدلله و به نستعین، بسم الله الرحمن الرحیم. معذر نخبگان، روشنفکران و بانوانی که حاضر در جلسه هستند، درود عرض میکنم. پیش از آغاز بس که یک موضوع بسیار کلیدی و جدی است، میخوام عنوان بکنم که در تاریخ بیهقی سلطان محمود یک روزی دوستان خود را دعوت کرده بود باز یکی از وزیرانی که زیاد دوست داشت حاضر باشه و نبود. باز بهلول عاقل را در جای از آورد نشان و بعد بهلول عاقل هم مثل گذشته رفتار نکرد. در جریان صرف تام و تماما کارهایی که سلطان داشت، بر سلطان یک خاطره پیش آمد، گفت که چرا بهلول مستی گذشته نیستی؟ گفت فعلا من خودم نیستم، به جای اون وزیری آمدم که در غیابت بسر میبرم. من هم شیوای شرق نامزده که با 5600 چند رای نتانست مجلس بیایم، سرانجام جانشین دکتر مهیدین مهدی هستم. یک وجه مشترک داریم که اونا استاد حوزه علوم بشری در ادبیات با ما استاد بودن. بنان دیدگاه های فراگنده خدمتان را خواهم کرد، در خصوص یک بحث بسیار کلان، بحثی که درآمد های فلسفی و فرهنگی و تاریخی را نیازمند هست، با لایه های درستی که یک پژوهشگر و یک نویسنده، یک مورخ و یک انسان تاریخ‌بند باید اون لایه ها را درک بکنه و نظریه وضوح تاریخ را مد نظر گرفته چیزی را بکنه. به هر حال بر اساس پیشنهاد جناب امینی بر محور نگرش های جامعه افغانی، آنچه که خواهم داشت را خواهم کرد. پرسش اصلی است که آیا نویسنده ای اگر ترس داشته باشد میتواند حقیقت گرایی کند یا در متنی که می نویسد حقیقت گراست؟ این هم همون بحث کانونی خود انسان و اصالت های خود انسان نسبت به آنچه که می نویسد به عنوان یک مورخ در جامعه مثل افغانستان. پیش از این من عنوان می کنم که تاریخ ما یک تاریخ منسوخ است. استاد یزدانی و جناب بودا اینجا هستند، جسارت میشن. تاریخ منسوخ تعریف خاص و ویژه خود را دارد. در تاریخ منسوخ ما چیزی به نام نگاه کثرت گرایانه و واقعیت گرایانه در متن و روح زمانه اون تاریخ نداریم. تاریخ افغانستان به ویژه تاریخی که از احمدشاه ابدالی قبیله‌ای و قومی میشه متاسفانه تا کنون ادامه داره، این تاریخ تاریخ منسوخ است. و ویژگی‌های تاریخ منسوخ ایست که نمیتوانه حقیقت‌ها و واقعیت‌های درونی و متنی، فرهنگی و تاریخی و کنشی و انسانی همه این جامعه را نظر به بافت و قومیتی که داره و تبارشناسی که داره این تاریخ حمل بکنه. بنان موقعی که نمیتونه حمل بکنه، ما این تاریخ را نامگذاری میکنیم تاریخ منسوخ، یعنی تاریخی که ما بسیاری از حقیقت‌ها را، بسیاری از رویدادها را، بسیاری از عینیت‌ها را، بسیاری از برداشت‌ها و تجربه‌های بشری را در متن آن یا در روح کلی آن ما نداریم. تاریخ افغانستان نمونه ی عزیز، آنچه که من بیان میکنم از ابوالفضل بیهقی تا سراج التواریخ و تاج التواریخ تا کتاب هایی که
ملا فیض محمد کاتبی از آره نمیشته کرده و تا میر محمد صدیق فرهنگ و تاریخ میر غلام محمد غبار هست که در روح این تواریخ گوناگون که مورخین گوناگون در دوره ها و زمان های متفاوت نمیشته کردن، اگر بررسی بکنیم تجربه و نظریه وضوح تاریخ و تحلیل هایی که ما از این تاریخ ها به دست میانیم، همین تاریخی هست که یک بدنه بزرگ از این منسوخ است. شما میتونید حضور بسیاری از هویت ها، ملت ها، فرهنگ ها، زبان ها و بالاخره همین تبار شناسی که یک بحث بسیار کلیدی و موزلی در افغانستان هست، این در روح متن برداشت های تاریخی و نگاه مورخان معاصر افغانستان نگاه بکنید که چقدر هزارگان نظر با تمدنی که دارن حضور دارن، چقدر تاجیکان یا فارسی زبان ها حضور دارن، چقدر اقلیت های قومی و تباری حضور دارن و چقدر واقعیت های عینی و رویدادهای عینی جامعه بنام افغانستان که بافت قومش متفاوت و گوناگون هست و کثرت گراه باید باشد در این تاریخ نهفته است. همه این برمیگرده بر دیترمینیسم تاریخی یا جبر تاریخی. اون نظریه اصطلاحی که دوستم اشاره کردن جان دریدا در کتاب جهان وطنی یا بخشایش خود نسبت به این اصطلاح و نسبت به این هژمون اشاره میکنند. ما متاسفانه در 300 سال به این طرف اگر مورخی بوده، روشنفکری بوده، نویسنده‌ای بوده، زیر تأثیر دیترمینیسم تاریخ یا اکراه تاریخ یا جبر تاریخ یا نظریه اصطلاح قدرت‌ها یا اقتدارهای حاکم تاریخی را نوشته کرده که حالا در دسترس ما قرار دارد. نمونه های زیادی از این ما در افغانستان کنونی هم نگاه میکنیم. یک درآمد کوچک دوهم سقاویه نویسندش اسماعیل یون هست که از فاشیست‌ترین چهره های افغانستان. شما نگاه بکنید که ادامه همون تاریخ منسوخی است که ادامه داره در جامعه مسیح افغانستان. بعد اشاره میکنم به وضوح تاریخ. حالا با چنین تاریخی که منسوخ است و تاریخ مکتوب هم یک بحث فلسفی فرهنگی و رویکرد اساسی و تجربتی را نیاز داره که ما باید اون را بررسی بکنیم. ما با درآمد وضوحی از این تاریخ چی تحلیلی به دست خواهیم آورد؟ همون تحلیل هست که مسئله تنش ملی، مسئله بخشایش، مسئله عدالت، مسئله حقیقت گرایی و مسئله حضور تمدن ها و افکار گوناگون فرهنگ های متفاوت در بستر تاریخمون به دست میاد. در این بستر ما دچار متاسفانه موزل میشیم که هزاره خود را پیدا نمیکنه، تاجیک خود را پیدا نمیکنه، ازبک خود را پیدا نمیکنه و اقلیت های ساکنی که برابر با هم باید باشند اونها خود را پیدا نمیکنند. بنابراین نظریه وضوح تاریخ این را میرسانه که ما دچار یک تاریخ منسوخ هستیم. متاسفانه چنین شدن. اما نگاهی مورخین بیرونی، نگاهی مورخینی که با فرهنگ و زبان و تمدن، با جغرافیا و با خواسته های بالاخره با ارزش های نژادی و تباری با کره نخوردن، نگاهی اونها نسبت به تاریخ مکتوب افغانستان چی هست؟ ما این را میتونیم در تاریخ ولدوران بخوانیم. تاریخ ولدوران و نگاهی مورخین بیرونی که هم زبان و هم نژاد و هم فرهنگ و هم جغرافیا و هم سرزمینی ما نیستند، تاریخ منسوخ نیست. بسیاری از کتیبه ها را از کتیبه های سرکوتل بغلان تا رباتک تا کتیبه هایی که ما در بستر تاریخی من داریم، اگر از نگاه مورخین بیرونی و بیندنی نگاه بکنیم، اون حقیقتی نیست که حیدر جوبل نوشته کرده، اون حقیقتی نیست که متاسفانه توسط فلان مورخ زیر سوال رفته. ما میخوام عنوان بکنم که ما در تاریخ گرایی خود، در متن تاریخ خودمان، بنابر موجودیت اصطلاح و اقتدارهای تمامیت خواه و قومیت گرا و فاشیست دچار یک سانسور تاریخی شدیم. سانسور تاریخی در حقیقت عدم موجودیت حقیقت در متن تاریخی است که نوشته میکنیم. نویسندگان ما و مورخین ما در فضای بسیار بدی به سر میبردن که مست غبار حداقل فیصدی از حقایق را باید نوشته میکردن و پیشکش جامعه کنونی افغانستان میکردن. میخوام بگم که دیترمینیسم تاریخی برآمدگاش قومی بودن. میخوام عنوان بکنم که جبر تاریخی خواستگاش هجمون مسلط برتر طلبی یک قومی بوده که در رس قدرت در افغانستان حضور داشته و این حضور حضور تاریخی است. 300 سال به این طرف این سلسله ادامه داره. هیچ ازاره اینک روشن فکر و انتلیکشوال و بیدار و معاصر و جهان شهروندی شده، یک انسان معاصر کنونی نمیتونه در برابر دستاوردهایی را که خب نادر غدار داره، عبدالرحمن خان داره، فلان و فلان داره که در برابرش جبر و اکراه کرده، استان چا و دادخواهی تاریخی را مطرح بکنه که یکی از مباحث بسیار کلان کشورهای پس از منازعه و پس از جنگ هست. میخوام بگم که این جبر هنوز هم ادامه داره. حتی ازارگانی که روشن فکر هستن بنا به این که تکدارانشون در قدرت‌های اصطلاحی و قومی کنونی حضور دارن، نمیتوانن نظریه وضوح تاریخ عنوان بکنن و بعد بسی منسوخ، بسی تحلیل، بسی دریافت
بس پایان جبر تاریخی را عنوان بکنند که تا هیچ کسی گرگ کسی نشد، هیچ کسی برتر از کسی نباشد و حضورشان حضور تاریخ من، حضورشان حضور انسانی، نظر به همه ارزش های انسانی که میولی اصلی تاریخ نگار باید باشد قرار بگیرند. من میخوام بگم ما در تاریخ تعریفگرامون حالا دچار چی هستیم؟ دچار این هستیم که گذشته ما متاسفانه یک گذشته تحریف شده است. گذشته ما اگر ده بارم در لایه های متنیش بازخوانی شود و بازخوانی صورت بگیرد، یک گذشته ای نیست که وضوح تاریخ را برای حلی برای ما بتن. چنین تجربه هایی را در میان دیگر ملت ها نداریم.